بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت دانش آموزان عزیز، با درس اول از فصل 5 حسابان 2 در خدمتتون هستیم با عنوان اکسترموم های یک تابع و توابع صعودی و نزولی. قبل از اینکه به این بحث بپردازیم، من ابتدا به اهداف درس اشاره میکنم که در پایان این درس از دانش آموزان انتظار میره که چه مطالبی رو یاد گرفته باشن. ببینید دوستان، مبحثی که اینجا من میخوام خدمتتون بگم به طور مختصر، در پایان این مبحث شما باید مفهوم ماکسیموم و مینیموم نسبی یک تابع رو بدانید، فرق بین مقدار اکسترموم نسبی، نقطه اکسترموم نسبی، طول نقطه اکسترموم نسبی باید براتون قابل تشخیص باشه و با دیدن نمودار یک توابع بتونید نقاط اکسترمومش رو مشخص بکنید. ضمناً دانش آموزان عزیز باید تعریف ماکسیموم و مینیموم مطلق رو تو این بخش یاد بگیرن و فرقش رو با مینیموم و ماکسیموم نسبی رو بتونن بیان کنن و به کمک اکسترموم های مطلق مقادیر بهینه برای ماکسیموم سازی یا مینیموم سازی در مسائل کاربردی باید براشون روشن میشه. پس این اهدافی که این قسمت بهش اشاره کردم، قرار ما داخل این درسمان اینا رو پوشش بدیم. پس با اکسترموم های نسبی میریم مبحث رو شروع میکنیم. ببینید، فرض کنیم که شکلی که اینجا من کشیدم مربوط به نمودار تابع F باشه. از روی این نمودار مشخصه که مقدار تابع F مان در نقطه D هست FD. یعنی اینجا اگر من بخوام ارزش رو مشخص کنم، این نقطه ارزش هست FD. ما میتونیم بگیم که این نقطه بالاترین نقطه است. وقتی بالاترین نقطه است میتونیم بگیم ماکسیموم تابع F ما برابر با FD هست وقتی این نقطه بالاترین نقطه باشه. باز تو این نمودار دقت کنید، در نقطه A مقدار تابعمون که FA هست پایین ترین نقطه به حساب میاد. در این صورت میگیم تابع F در نقطه A دارای مینیموم مقدار هست، یا مینیموم مقدار تابع F برابر با FA هست. پس تا اینجا مفهوم ماکسیموم مقادیر و مینیموم مقادیر در یک نمودار براتون مشخص شد. نقطه‌ای که بالاترین مقدار داره میگیم ماکسیموم این مقادیر، و نقطه‌ای که پایین ترین ارتفاع رو داره یا پایین ترین مقدار داره میگیم مینیموم مقدار تابعمون در کل دامنه تابع. چون دامنه تابعمون از اینجا گرفته بودیم، از اینجا تا به اینجا، در کل دامنه تابع ما بیشترین و کمترین رو مشخص کردیم. حالا بعضی موقع هست به شما میگه که روی بازه اسوتی این کار انجام بدید، یعنی از اینجا تا اینجا تو این بازه مشخص کنید. بچه‌ها اگه منظورش تو این بازه باشه، در این صورت ما میگیم مقدار ماکسیموم در کجا قرار داره. حالا برای اینکه این قسمت بهتر براتون واضح بشه، من رنگ قلم رو عوض میکنم. پس اگر منظور در بازه باشه، در یه قسمتی از نمودار تابع باشه، مثلا در این قسمت بخوایم ماکسیموم رو به دست بیاریم، از اینجا تا اینجا، در این صورت ماکسیموم مقدار تابعمون تو این فاصله می شود FB. به این FB که در قسمتی از نمودار تابع مقدار ماکسیموم را مشخص می کنه بهش میگیم ماکسیموم نسبی تابع. پس ماکسیموم نسبی تابع
در قسمتی از دامنه تابع هست، فرقش با ماکسیموم مطلق یا همون ماکسیموم فرقش با ماکسیموم مطلق در این هست، به جای اینکه ما در کل دامنه تابع ماکسیموم را مشخص کنیم، در قسمتی از نمودار تابع ما ماکسیموم را مشخص بکنیم میشه ماکسیموم نسبی، ولی اولیم شد ماکسیموم مطلق. به همین ترتیب بچه‌ها ما بخوایم یه بازی دیگری مانند این در نظر بگیریم، بازی سوم رو با رنگ دیگه باز براتون مشخص میکنم. مثلا در بازی یو و وی، از اینجا تا اینجا بچه خوب نگاه کنید، این نقطه‌ای که ما داریم مقدارش رو بخوام در نظر بگیرم، مثلا اینجا میشه اف سی. خب بچه این نقطه رو ما میگیم مینیموم نسبی تابع اف. پس به طور کلی خوب دقت کنید، ما تعریفمون رو به این شکل بیان میکنیم، میگیم x مساوی c ماکسیموم نسبیه هرگاه بازی وجود داشته باشه که تابمون در نقطه c بیشترین مقدار داشته باشه، یعنی f c مان از سایر نقاط ارتفاعش بالاتر باشه، f c مان از سایر نقاط خروجی بیشتری بده، پس f c ما میشه بزرگتر مساویه هر ایکسی که تو این بازه هست. پس به ازای هر ایکسی که تو این بازه هست، اف ایکس همان وقتی کوچکتر مساویه اف یه نقطه ای در این بازه میشه، اون نقطه میشود نقطه مینیموم، یعنی سی نقطه مینیمومه و مقدار مینیموم تابعمان سی میشه نقطه ماکسیموم و مقدار ماکسیموم تابعمان میشود اف سی. حالا اگر FC مینیموم نسبی باشه برعکس این اتفاق میفته. یه بازی در نظر میگیریم، مثلا اگر قرار باشه اینو مینیموم نسبی در نظر بگیریم، به جای ماکسیموم نسبی این بشه مینیموم، مینیموم اگه مینیموم باشه یه در یه بازی، بعد این اتفاق بیفته، اون موقع اینه جهت نامزایی به این شکل میشه. در اون صورت FC از سایر مقدار توابع در فاصله این نقطه کوچکتر میشه، در اون صورت میگیم FC مینیموم نسبیه، پس میشه مینیموم نسبی و این نقطه رو اینجا قطر قبلی میگفتیم ماکسیموم نسبی، در این صورت میگیم چی؟ مینیموم نسبی. پس فرق ماکسیموم و مینیموم نسبی اینجا براتون مشخص شد. پایین ترین نقطه در نمودار در قسمتی از نمودار تابع میشه مینیموم نسبی، بالاترین نقطه در قسمتی از نمودار تابع میشه ماکسیموم نسبی، اگه بالاترین نقاط رو در کل دامنه تابع در نظر بگیریم میشه ماکسیموم مطلق، و در کل دامنه تابع پایین ترین نقطه رو در نظر بگیریم میشه مینیموم مطلق. دقیقا تو این صفحه ماکسیموم ها که اهم از نسبی و مطلق برامون مشخص شد. گاهی به جای ماکسیم های نسبی بچه ها و در بعضی از کتاب ها موضعی هم استفاده میکنن، اصطلاح موضعی هم استفاده میکنن. خب بچه ها حالا با توجه به این تعاریفی که من خدمتتون گفتم، مینیمم نسبی هم که قبلا بهش اشاره کردیم، مثلا فرض کنید نمودار تابعمون به این شکل باشه، به شکل هایی که اینجا نشان داده شده باشه، ما میخواییم ماکسیموم و مینیموم نسبی رو مشخص بکنیم. خب بچه اینجا خوب نگاه کنید، ما میتونیم بگیم نمودارمون از این بر اینجوری مثلا ادامه داره، از این برم ادامه داره، بعد بخواییم دنبال ماکسیموم بگردیم، این داره افزایش پیدا میکنه تا اینجا، بعد از این برم این به این صورت داره افزایش پیدا میکنه، پس روی این نقاط ماکسیموم ما نمیتونیم پیدا بکنیم یا مینیمومو نمیتونیم پیدا کنیم، ولی میتونیم بگیم که قسمتی از نمودار تابع را انتخاب بکنیم که این وسط این بازه باشه، این وسط این بازه باشه، این نقطه‌ای که وسط این بازه هست میتونیم بگیم که مقدارش هم از این وری‌ها بیشتره هم از این وری‌ها، پس میتونیم بگیم این همون
اگر این نقطه رو من بگیرم x مساوی c، f c چیه؟ ماکزیمومه، یعنی xش چی؟ مقدار خروجیش از هر xی تو این فاصله بیشتر هست. باز اینجا رو هم بخوایم یه بازه در نظر بگیریم، میشه بازمون به این شکل. ببینید از اینجا تا اینجا یه قسمتی از نمودار تابلو من بگیرم، از این ور ادامه، از این ور ادامه، میتونیم بگیم که این نقطه باز چیه؟ ماکسیمومه و روی این نیمه هست. اونجا بیرون نیمه بود. بازم میتونم بگم f x کوچکتر مساوی f c. ولی بچه این ماکسیموم مطلق نداره، چون معلوم نیست تا کجا ادامه پیدا میکنه. مینیموم مطلق نداره. اینم به همین شکل. اما میریم سراغ این نمودار. ببینید بچه این نمودار به این صورت ادامه پیدا میکنه، از این ورم به این صورت ادامه پیدا میکنه. باز ما اگر اینو محور x ها در نظر بگیریم، میتونیم بگیم در قسمتی از دامنه ما میتونیم بگیم که این نقطه بالاترین مقدار داره. پس باز میتونیم بگیم اینجا fx کوچکتر مساوی f c هست. تازه ما میتونیم این نقطه رو ماکسیموم مطلق هم فرض کنیم. ببین این ور چون کاهشیه، این ورم چون کاهشی هست، این نقطه میتونه ماکسیموم مطلق هم باشه. باز اینجا ما بخوایم محور x y ها رو رسم کنیم به این شکل، باز میتونیم بگیم در یه بازه ای این میتونه بشه چی؟ ماکسیموم نسبی. بعد اینجا هم باز در یه بازه اینجا میتونه ماکسیموم نسبی باشه. بعد اینجا هم باز ببینید بچه‌ها در یه بازه ای من در نظر بگیرم، میتونم بگم که f هر x تو این فاصله کوچکتر مساوی f c، یعنی اگر این نقطه طولش رو بگیرم c. در این نقطه هم فرقی نمیکنه، یه بازه ای در نظر بگیرم میتونم بگم که هر xی که اینجا داریم f xش اینجا کوچکتر مساوی f c هست. پس همه این نقاط میتونه ماکسیموم نسبی برای نمودارمون باشه. اما بحث مینیموم نسبی، ببینید پایین ترین نقطه تو این بازه دیگه، من سریع و سیل میگم، اگه یک محور از اینجا بگذارانم پایین ترین نقطه است، یا تو این فاصله یه بازه مشخص کنم پایین ترین نقطمون اینه، تو این فاصله باز میتونیم بگیم که اینجا پایین ترین نقطه است، بعد تو این فاصله باز پایین ترین نقطه است، تو این فاصله باز پایین ترین نقطه است، تو این فاصله باز اینجا پایین ترین نقطه نموداره، تو این فاصله هم اینجا پایین ترین نقطه است. پس میتونیم بگیم که در همه این نقاط fx بزرگتر مساوی fc هست و fc مینیموم نسبی هست. اینم از مفهوم ماکسیموم و مینیموم نسبی در یک بازه که قرار بود بررسی بشه. حالا با توجه به این نکاتی که گفتم باز مثال‌های بیشتری میزنیم. مثلا عرضم به حضور شما نقطه x1 رو بررسی کنیم. در این نقطه خب ما میدونیم اول بازه و انتهای بازه هست. اینجا نمیتونیم ما بازه تعریف کنیم. هم مثلا بخوایم بازه تعریف کنیم اینجا یه محوری بکشم، این بر بازه چیز بازه نیمه بازه و این برش بازه ادامه پیدا نکرده، این برش بسته است. پس میتونیم بگیم که اینجا ما ماکسیموم نسبی نداریم، اکسترموم نسبی نداریم. ولی اینجا میتونم بازه بگیرم، اینجا میتونیم بگیم که x2 میتونه مینیموم نسبی باشه، یا x3 میتونه ماکسیموم نسبی باشه، بعد x4 میتونه مینیموم نسبی باشه، x5 میتونه ماکسیموم نسبی باشه و x6 هم ماکسیموم نسبی نیست، چون نمیشه اینجا در طرفین این بازه تعریف کرد، چون اینجا نمودار ما دیگه تمام شده، ادامه پیدا نمیکنه که من این ورش بازه تعریف کنم. باز به همین ترتیب میریم سراغ سوال بعد. گفته سوال کرده گفته این تابه در چند نقطه اکسترموم نسبی داره. خب بچه‌ها ما بخوایم اکسترموم های نسبی را بررسی بکنیم، خب این شکل رو به این صورت من تغییر شکل میدم، میگم نقطه شروع این یه نقطه، اینجا یه نقطه پایین تره، اینجا باز به این شکل و اینجا به این شکل، یعنی بر اساس این خطهای عمودی من این تقسیم بندی را انجام میدم.
خب بچه ها خوب نگاه کنید، ما بخوایم بررسی کنیم ببینیم چند تا ماکسیموم نسبی داره، مثلا نقطه بی مان میتونه یک ماکسیموم نسبی باشه، بعد اینجا ماکسیموم نسبی نداریم، اینجا هم خوب دقت کنید یه ماکسیموم نسبی و اینجا ماکسیموم نسبی نداریم چون اینجا بالاترین نقطه نیست، اینجا را مشخص نیست کجا عددش چقدر از مقدارش مشخص نیست این ور اونورش، بعد اینجا را ماکسیموم نسبی نداریم و به همین دلیل پس میگیم در نقطه ب و ت ماکسیموم نسبی داریم. حالا اگر دنبال مینیموم نسبی هم باشیم میتونیم بگیم که اینجا یه نقطه مینیموم نسبی داریم، بعد اینجا که نداشتیم اینجا را هم اینجا چون تو خالیه مینیموم نسبی نمیتونیم تصور بکنیم در اطراف این بازه، مثلا یه بازه اینجوری در نظر بگیرم مینیموم نسبی مان اینجا چون تو خالیه نمیتونه باشه، اینجا هم یه بازه در نظر بگیریم اینجا میتونه مینیموم نسبی باشه، پس اینم یه مینیموم نسبی. پس ما دیدیم که در نقطه F و C هم ماکسیموم نسبی داریم و F و C میتونه طول نقاط ماکسیموم نسبی باشه. خب بریم برای ادامه بحث. در شماره 8 از ما خواسته که نقاط ماکسیموم نسبی و مینیموم نسبی این تابه رو مشخص بکنیم، بگیم چند تا نقطه ماکسیموم نسبی داره چند تا مینیموم نسبی. بچه ها بهترین کار اینه که اول توابع قدر مطلقی را با برداشتن علامت قدر مطلق به صورت دو ضابطه‌ای بنویسیم. بچه ها ما میدانیم اگر داخل قدر مطلق مثبت باشه، یعنی اول میایم میگیم x منهای 1 مساوی 0 قرار میدیم، تعیین علامتش میکنیم x منهای 1 رو. خب در 1 0 است، کوچکتر منفی بزرگتر مثبت، پس میگیم برای x های کوچکتر مساوی 1 بعد این عدد منفی وقتی بیاد بیرون قرینه میشه، قرینه بشه نماد قرینش با نماد منفی که پشت 3 هست منفی در منفی مثبت 3 ایجاد میکنه، پس میشه 2x به اضافه 3 برابر x منهای 1. به همین ترتیب برای x های بزرگتر مساوی 1 ما میدونیم مثبت، یعنی به همین شکل بیاد بیرون، پس میشه 2x منهای 3 برابر x منهای 1. باز مختصر ترش میکنیم، 2x منهای 3x میشه منهای 3x، منهای 3 ضرب در منهای 1 هم به اضافه 3، بعد به همین ترتیب 2x به اضافه 3x 5x، بعد 3 ضرب در منهای 1 هم منهای 3، به این شکل ثابتی تا بامون اینجا خلاصه شد. خب حالا در نتیجه تابع میخواییم ببینیم در کدام نقطه اکسترموم نسبی خواهد داشت. ببینید بچه ها نمودار این تابع رو ما رسم کنیم، میاییم میگیم دو تا خط داریم، این خط اول من عرض از مبدأش ارزم به حضور شما 3 مثبت و شیبش هم منهای 1. خیلی راحت میتونیم در با یه جدولی هم این کار رو مشخص کنیم. ببینید اینجا x داده 1، اگر x 1 بدم 3 منهای 1 هست 2. خب پس با 1 نقطه 2 از اینجا شروع میشه. حالا یه عدد مثلا من اگر ارزم به حضور شما که ایگرگش صفر بدم، یعنی این با چه عددی صفر میشه؟ خب معلومه دیگه با ایکس مساوی 3، اگر این بخواد صفر بشه ایگرگش باید، اگه این بخواد کلش صفر بشه با عدد 3 صفر میشه، پس این اگر ایکس باشد این ایگرگ 1 و 2 مشخص، 3 و 0 هم مشخص، اینا رو به هم وصل میکنیم این قسمت از نمودار تشکیل خواهد شد. بعد به همین ترتیب بچه ها با رنگ دیگه من میام این کارم انجام میدم. نگاه کنید برای این قسمت نمودار بخوام بکشم میگم x y، اگر x 1 باشد 5 1 5 5 منهای 3 میشه 2، پس باز در 1 2 هست، یعنی یه نقطه مشترکمون اینجا هست. بعد یه عددم از این ور بدم مثلا x میدم 0، اگر x بدم 0 ایگرگ میاد منهای 3، یعنی ایگرگ میاد منهای 3، این دو تا نقطه رو به هم وصل میکنم به این شکل نمودارمون در میاد. خب بچه خوب نگاه کنید اینجا هست ماکسیموم
نسبی ما، یعنی x مساوی 1 همون ماکسیموم نسبی ما هست، ولی چون نمودار از این ور و از این ور ادامه داره ما مینیموم نسبی نداریم. پس خیلی ساده و آسان میبینیم که میتونیم اینجور توابعی و ماکسیموم مینیمای نسبیش رو مشخص کنیم. پس میتونیم بگیم یک ماکسیموم نسبی دارد و نقطه مینیموم نسبی ندارد. یک ماکسیموم نسبی و نقطه مینیموم نسبی ندارد، میشه گزینه 2. خب باز مسئله پنجم شبیه این مثال هست. ضابطه یک تابع را داده بچه به این شکل. خب معلومه ما ضابطه تابع را وقتی بده اینو رسم میکنیم به کمک نمودار. وقتی رسم کنم بچه از سه بخش تقسیم شد، تشکیل شده، سه بخش را تشکیل بدم این یه بخش میشه، بعد یه بخش در این قسمته، یه بخشم در این قسمت. خب رسم اینا رو تو ریاضیات یک و حسابان یک شما بلد هستین. خب با توجه به نموداری که من رسم کردم میتونم بگم که تابمون ماکسیموم نسبیشو بخوام در نظر بگیرم، بالاترین نقطه اینجا نداره. مثلا اینجاها بازه بگیرم بالاترین نقطهش مشخص نمیشه، اینجا رم بازه بگیرم بالاترین نقطهش مشخص نمیشه. پس ما میتونیم بگیم که تقریبا اون جایی که ما میتونیم ماکسیموم نسبی براش در نظر بگیریم مگر اینجا باشه تو این قسمت. پس ما یه ماکسیموم نسبی در منهای 2 وجود داره. قسمت قسمت کرد بررسی در هر کدام از این نقاط ما قسمت قسمت بررسی کرد و مقدار ماکسیموم نسبیش هم که 1 هست. چرا؟ چون اف منهای 2 اینجا 1. پس این گام اوله ما. خب پس در نقطه منهای 2 و 1 1 ماکسیموم نسبی ما داشتیم. خب حالا نقطه دیگه ای هم بخوایم در نظر بگیریم، نقطه دیگه همون هم اگر اینجا باشه از اینجا تا اینجا، در این نقطه هم ما مینیموم نسبی داریم. در نقطه به طول منهای 1 ما میتونیم بگیم مینیموم نسبی داریم و مقدارش هم برابر با 1 هست. خب و یه مورد هم ما میتونیم بگیم که در این نقطه هم باز عرضم با حضور شما خوب دقت بکنیم، یک مینیموم نسبی داریم، یه مینیموم نسبی هم اینجا داریم، اینا مینیمای نسبی ما هستن و اینجا ماکسیموم بود، اینجا یه مینیموم نسبی، اینجا یه مینیموم نسبی. پس میتونیم دو تا مینیموم نسبی داریم و یه دونه هم ماکسیموم نسبی. به این شکل از روی نمودار اینا رو مشخص می‌کنیم. خب باز آمده یه نمودار دیگه داده، گفته یه تابع دیگه داده، گفته چند تا نقطه ماکسیموم نسبی و چند نقطه مینیموم نسبی داره. خب بچه رسم اینا رو ما از ریاضی یک باید بلد باشیم، اینا رو بتونیم رسم کنیم و با توجه به نمودارها تصمیم بگیریم. یعنی نمودارها رو تو راه حل، تو پاسخ، تو صورت سوال به ما نمیده. خب بچه خوب نگاه کنید، برای رسم این ما میدونیم رسم سهمی بهترین نقطه‌ای که میتونیم ازش استفاده کنیم نقطه منهای ب بر روی 2 هست. خب بچه ها الان منها بمان هست منهای 4، بعد آمانم هست 1. خب پس میشه قرینه منهای 4 میشه 4 مثبت تقسیم بر 2 میشه 2. پس رأس این سهمیمان 2 هست. خب در نقطه 2 چه عددی به ما میده؟ خب بچه ها اف 2 ما هم خوب دقت کنید، اف 2 یعنی در اینجا به جای x 2 قرار بگیره، میشه 2 به توان 2 منهای 4 ضرب در 2 به اضافه 3. خب میشه 4 منهای 8 منهای 4 به اضافه 3 میشود منهای 1. پس نقطه اساسی من هست 2 و منهای 1. ببینید بچه ها 2 منهای 1 یک نقطه مون شد. حالا از طرف x بزرگتر مساوی 1 این ورش رو 1 بدم، خب اینجا جایگزین کنم، 1 به توان 2 منهای 4 ضرب در 1 میشه منهای 3 به اضافه 3 میشود 0. خب پس بچه ها در خود 1 هم 0، نقطه هم توپره چون یک جزی از این بره. خب بچه ها ما میدونیم نمودارمان همیشه نسبت به این
مورد متقارنه، یعنی اگر اینجا در یک صفر شد یه واحد از این ور دور شده بودیم، یه واحد هم جلو بریم در سه هم باید صفر باشه، اینم در سه. پس نمودار ما میدونیم که به این شکل ادامه پیدا میکنه. به همین ترتیب بچه ها این یکی هم دیگه جزئیاتش رو توضیح نمیدم، رسمش میکنیم از این نقطه که تو خالی شروع میشه و نمودارمون به این صورت ادامه پیدا خواهد کرد، ادامه پیدا میکنه و برمیگرده به سمت پایین. خب الان خوب نگاه کنید، ما اینجا ماکسیموم نسبیامون رو بخوایم بررسی کنیم تو این شاخه نداریم، ولی اینجا یه بازه میشه در نظر گرفت تو این فاصله، اینجا یه ماکسیموم نسبی ما داریم و تو این فاصله هم یه ماکسیموم نسبی هم اینجا داریم. پس با رسم نمودار متوجه شدیم که در نقطه منهای 1 و 1 ماکسیموم نسبی داریم. حالا نقطه دیگری که میخوام بررسی کنم راجع به مینیموم نسبی بخوایم صحبت کنیم. مینیموم نسبی بگیم در این بازه فقط این نقطه مینیموم نسبی هست، پس در نقطه مساوی 2 هم ما یه مینیموم نسبی داریم. خب بچه ها تا الان شما با مفهوم اکسترموم های نسبی کاملا آشنا شدید، هم مفهومش هم از روی نمودار چجوری تشخیص بدید. در ادامه بحث یک مفهومی رو تعریف کرده تحت عنوان نقاط بحرانی. میخواییم ببینیم نقطه بحرانی تعریفش چی هست. میگه اگر تابع F روی یک بازه باز که شامل C تعریف بشه، یعنی مثلا یه بازه ما داشته باشیم به صورت بازه باز، مثلا بازه باز در بازه باز A و B، بچه اگر C عضوی از این بازه باشه، یعنی داخل این بازه باشه، C داخل این بازه باشه و FC مان موجود باشه، FC تعریف شده، FC تعریف شده باشه، در این صورت CFC را نقطه بحرانی میگویند، به شرطی که مشتق تابع در اون نقطه صفر باشد یا تابع در اون نقطه مشتق نداشته باشه، یا تابع در اون نقطه مشتق نداشته باشه. خب بچه ها مثلا با توجه به نمودارها همین توضیحی که دادم میخوام خدمتتون بگم. الان بچه ها در نمودار اول یه بازه در نظر میگیرم به این شکل، سی عضوی از این بازه است، این سی عضوی داخل این بازه است، بعد اف سی هم تعریف شده، نگاه کنید اینم اف سی. خب بچه ها در نقطه سی که عضوی از بازه است اف سی تعریف شده. خب بچه ها چون ما میدونیم مشتق در این نقطه وجود ندارد، چرا؟ چون دو تا مماس داریم، مشتق چپ و راست به این شکلی که شان ارزم بزر مماس ما شیبش مثبت بی نهایته و از این ورم خوب دقت کنید ما وقتی به این ور نزدیک میشیم شیب ما میره به سمت منهای بی نهایت. پس ما در این نقاطی که تابمون مماس واحد نداره، یعنی ببین از این ور یه مماس میشه رسم کرد، از این ورم یه مماس، مماس واحد وجود نداره، پس تابمون در این نقطه یعنی مشتق پذیر نیست. سی نقطه ای از تابه اف سی موجود ولی تابه مشتق پذیر نباشه، ایکس مساوی سی را میگیم نقطه بحرانی. باز اینجا رو خوب دقت کنید، سی عضوی از بازه، اف سی مشخص و تابمون اینجا از این ور یه مماس داره، از اون ورم یه مماس، در این نقطه پس مشتق پذیر نیست، پس x مساوی c هست نقطه بحرانی. باز اینجا هم همین شکل مشتق پذیر نیست چون دو مماس متفاوت داریم، اینجا مشتق پذیر نیست، چرا؟ چون شرط اول مشتق پذیری پیوستگیه، پس اینجا هم مشتق پذیر نیست، اینجا هم مشتق پذیر نیست و اینجا هم باز خوب دقت کنید مشتق راست میشه، این مشتق چپ، مشتق راست مماس بر این نمودار میشه، مشتق چپ مماس بر این نمودار، چون مماسامون رو هم نمیفته یا مماس واحد وجود نداره، باز اینجا مشتق پذیر میتونیم بگیم نیست، یا خیلی راحت میتونیم بگیم چون پیوسته نیست حتی چپ راستش با هم و
برابر نیست نمیتونه مشتق پذیرم باشه. پس در همه این نمودارهایی که نشان داده شده اینجا در نقطه x مساوی 3 تابمون مشتق نداشت. به این دلیل ما میتونیم بگیم که سی نقطه بحرانی هست. ولی پایینی ها رو خوب نگاه کنید، در سی تابع مماس پذیره، یعنی مشتق وجود داره و اف پریم سی هست چی؟ صفر. اینجا تابمون مماس پذیر هست و اف پریم سی مساوی صفره، یعنی شیب خط مماس در این نقطه مساوی صفره. باز اینجا هم تابمون مماس پذیر هست و چون اف پریم سی مساوی صفر هست میتونیم بگیم که سی نقطه بحرانیه. پس مفهوم نقطه بحرانی هم از این به بعد هر جا بهش اشاره شد باید شما مفهومش رو اینجوری متوجه بشید. حالا اینجا دو تا تست داریم راجع به نقاط بحرانی. بچه ها گفته نقاط بحرانی نقاط نمودار تابع F در شکل مقابل رسم شده، تعداد نقاط بحرانی رو مشخص کنید. خب بچه ها اولین کاری که میایم انجام میدیم میگیم این یک نقطه است، چون اینجا میتونیم بازه در نظر بگیریم. اینجوری بگم، چون اینجا میتونیم ما بازه در نظر بگیریم، ببینید بچه ها ما اینجا میتونیم بازه در نظر بگیریم، اینجا ما میتونیم یک بازه در نظر بگیریم و دو تا مماس متفاوت داریم، پس میتونیم بگیم اینجا تابع مشتق پذیر نیست و اینجا به خاطر اینکه تابع پیوسته نیست باز مشتق پذیر نیست، پس اینم یه نقطه بحرانی. بعد اینجا هم چون مشتق تابمون برابر صفره یه نقطه بحرانی. باز اینجا یه نقطه دیگه، چون مماس از این ور یه مماس میشه رسم کرد، از این ور هم یه مماس، پس اینم یه نقطه بحرانی دیگه. پس این 3 1، این 3 2، این 3 3 و اینم 3 4. گفته بود در چند نقطه تابمان ارزم به حضور شما نقاط بحرانی دارد؟ در 4 نقطه. اینجا که ما دلیلاش رو مشخص کردیم که از روی این شکل بخوایم رسم کنیم، در 4 نقطه تابمون نقاط بحرانی دارد. یا مثلا ممکنه ضابطه بده به ما، بگید در چند نقطه بحرانی داره. بچه ها ما میگیدونیم توابع چند جمله ای در کل دامنه شون پیوسته هستن، پس ما میتونیم بگیم توابع چند جمله ای همه جا مشتق دارن دیگه. وقتی همه جا مشتق داشته باشه اون جاهایی که مشتق مساوی صفر هست میشه نقاط بحرانی. پس بچه ها میاییم میگیم چون تابع چند جمله ایه بعد مشتق پذیر هست در همه نقاط، لذا اون نقاط بحرانیش میشه نقاطی که مشتق در اونا صفره. پس اول ما میایم مشتقشو مینویسیم، اف پریم ایکس میشه مشتق اولی در دومه، مشتق اولی میشه 2x در 1 منهای x. سپس میایم میگیم ایکس 2 در مشتق 3 ضرب در 1 منهای x به توانه، یعنی بچه ها 3 ضرب در 1 منهای x به توان 2. بعد چون این خودش هم یک به قول معروف خودش هم مشتق داره، در مشتقین هم ضرب کنیم، مشتق 1 منهای x هم میشه منهای 1. پس به این دلیل آمدیم عرضم به حضور شما پشت 3 با اینکه نباید منفی میشد منفی هم گذاشتیم. خب با توجه به این چیزی که من نوشتم، خب کافیه ما مشتق مساوی صفر قرار بدیم. بچه اگر این مساوی صفر قرار بدیم، یک منهای x2 هم اولی داره هم دومی فاکتور میگیرم، میشه یک منهای x2 در این عبارت. خب بچه ها یک منهای x2 را نوشتم، میشه 2x ضرب در 1 میشه 2x، 2x ضرب در منهای x میشه منهای 2x2، منهای 3x2 میشه منهای 5x2. خب بچه ها اینو باید من مساوی صفر قرار بدم. صفر کننده اولی یکه، صفر کننده دومی صفر و دو پنجمه، پس ما 3 تا نقطه داریم که مشتق در اونا صفره و این نقاط میتونه نقطه بحرانی تابع ما باشه. خب به همین ترتیب بچه ها مسائل گوناگونی آورده و از شما خواسته نقاط بحرانی رو مشخص بکنید. خب باز ببینید بچه ها این تابع را داده، ما میدونیم که این تابع تابع کسریه،
پس ممکنه بعضی جاها مشتقش صفر باشه و بعضی جاها مشتق تعریف نشده باشه. خب پس ما میایم اول مشتق این تابع رو به دست میاریم، مشتق تابع کسری هست دیگه. اینکه چه جوری مشتق گرفته شده رو توضیح نمیدم چون مال درس قبل شما همه باید بلد باشید. بعد ارزم به حضور شما بعد از ساده شدن از یک منهای x فاکتور گرفته، بعد اومده گفته چون x منهای یک باید مخالف صفر باشه، پس x چون مخالف یکه ما میتونیم صورت و مخرج این کس رو در یک منهای x تقسیم کنیم که این چهاره بشه 3، یه دونه ازش کم بشه میشه چی؟ 3. خب این شو به این شکل شده صورتش هم که این نوشته شده، اینم با این میشه منهای 3، منهای x 3. خب بچه ها اگر از x دو فاکتور بگیرم عبارت ما به این شکل در میاد. بچه ها ما میدونیم صفر کننده صورت و صفر کننده صورت اینه، یعنی این عبارت ها که وقتی یک عبارت کسی میخواد صفر بشه باید صورتش صفر باشه، صفر کننده صورت این اعداده، این اعداد مشتق صفر میکنه. پس اینا دوتا نقطه بحرانی هستن. خب اما از طرفی بچه ها خوب نگاه کنید، چون x مساوی 1 جز دامنه تابع نیست پس طول نقطه بحرانی نمیتونه باشه. این خیلی مهمه ها. اگر x مساوی 1 جز دامنه تابع بود میگفتیم نقطه بحرانی هست چون مشتق در اون نقطه وجود نداشت، ولی چون میدونیم که x مساوی 1 جز دامنه تابع از ابتدا نبود این نقطه اصلا برامون مهم نمیشه. پس اینجا دو نقطه بحرانی ما داریم. بریم سراغ ادامه بحث. باز گفتیم تابع چند نقطه بحرانی داره. خب بچه ما میایم بگیم اول ببینم عرضم بسن دامنه این تابع چی هست. دامنه این تابع باید ما میدونیم 4 منهای x2 زیر رادیکال بزرگتر مساوی 0 باشه، اینم یعنی x2 کوچکتر مساوی 4. x2 کوچکتر مساوی 4 یعنی x بین منهای 2 مثبت 2. پس نمودار تابمون تو این بازه تعریف شده، این دامنه تابمون هست. خب ما میایم مشتق این تابه رو میگیریم. مشتق این تابه رو بگیریم بچه‌ها ما میدونیم مشتق رادیکال x میشه 1 بر روی 2 رادیکال x، پس 1 بر روی 2 رادیکال 4 منهای x2. اما اینو چون خودش تابه هست مشتق اینم میشه منهای 2x. حالا ما اگر f پریم و x مساوی 0 قرار بدیم، چون تابع کسری وقتی 0 میشه که صورت 0 باشه، صورتش چی 0 میکنه؟ x مساوی 0. پس x مساوی 0 یک نقطه بحرانی. بعد از طرفی بچه ما میدونیم در 2 و منهای 2 تابم و مشتقش بیمعنیه، و از طرفی چون 2 منهای 2 جز دامنه تابع، دو منهای دو جز دامنه تابع هست، ولی با توجه به اینکه ابتدا و انتهای بازه هست، ابتدا و انتهای بازه هست نمیتونه جز نقاط بحرانی باشه. پس به راحتی ما میتونیم بگیم که این تابمون فقط شامل یک نقطه بحرانی x مساوی 0 هست. پس بچه‌ها به این نکاتش خیلی خیلی خوب دقت داشته باشید. در اولی ریشه عددی که مشتق در اون تعریف نشده بود جزء دامنه تابع نبود گذاشتیم کنار، اینجا جزء دامنه تابع هست ولی چون ابتدا و انتهای بازه هست میذاریم کنار، جزء نقاط بحرانی نمیشه، نقاط بحرانی در داخل بازه یافت میشن. خب اینم از این نکته. اما مسئله بعدیمون باز یک تابع داده که علامت قدر مطلق درش دیده میشه. ما با تعیین علامت x به اضافه 2 میدونید x به اضافه 2 را اگر تعیین علامت کنیم در منهای 2 کوچکتر منفی بزرگتر مثبت. پس برای x های بزرگتر مساوی منهای 2 داخل قدر مطلق به همین شکل میاد بیرون، میشه 2x به اضافه 4 منهای x2. برای x های کوچکتر از منهای 2 این قرینه میشه، یعنی میشه منهای 2 ضرب در x به اضافه 2 میشه منهای 2x منهای 4 منهای x2. سادهش کنیم عرضم به حضور شما خیلی شست و رفته بخوایم بگیم،
ساده شدهش هم البته بدون سازش کردن هم میتونیم مشتق بگیریم. بعضی ها ساده هم میکنن مشتق میگیرن، این بیشتر از این ساده نمیشه، اینم بیشتر از این ساده نمیشه، مشتق این میشه دو، مشتق این میشه منهای دو ایکس، مشتق این میشه منهای دو، اینم میشه منهای دو ایکس. بعد همیشه بچه ها ما باید بدانیم که این نقاطی که اینجا دخالت دارند، مثلا در مساوی منهای دو، خوب دقت بکنیم، مشتق که به دست میاد این عدده، با در منهای دو اینجا را مساوی استفاده کنیم یه عدد دیگه. پس چون اینا در یک نقطه دو تا مشتق متفاوت میشه، تابع مشتق پذیر نمیشه، به این دلیل علامت تساوی اینجا از بین بردیم. حالا بچه خوب دقت کنید، اف پریم ایکس خوب نگاه کنید، در نقطه منهای دو مشتق نداره، در صورتی که منهای دو جزء دامنه تابع هست. پس میتونیم بگیم منهای دو چون جزء دامنه تابع هست و تابعمون در منهای دو مشتق نداره، یه نقطه به طول منهای دو نقطه بحرانی میتونه باشه. از طرف دیگه میاییم میگیم که مشتقا رو مساوی صفر قرار بدیم، از اول x مساوی 1 میاد، از دوم x مساوی منهای 1 میاد، x مساوی 1 هم چون جزء دامنه تابع هست تو این فاصله x مساوی 1. خب x مساوی 1 در این قسمت، خب بچه ببینید قرار داره بزرگتر از منهای دو هست، قابل قبول. بعد اینو مساوی صفر قرار بدیم، عددی که میاد منهای یکه، منهای یک تو این قسمت نیست، چون باید مشتق اینجا میگیریم ایکسش تو این بازه باشه، پس غیر قابل قبوله. پس ما میتونیم بگیم اونجایی که صفر میشه، چون ایکس مساوی یک جزء دامنه تابع هست پس نقطه بحرانی هست، ولی ایکس مساوی منهای یک چون جزء دامنه تابع نیست نقطه بحرانی نمیتونه باشه. پس ما میتونیم بگیم که این یه نقطه بحرانی و اینم دومین نقطه بحرانی ما. در ادامه بحث باز یک مثال دیگه آورده. بچه هر کدام از این مثال ها به خاطر تنوع و هر کدام یه نکته یا برای ما یادآوری میکنه، از اون جنبه دارای اهمیت و ارزش هستن. بریم سراغ شماره 13. بچه خوب دقت کنید، ما اگر از این مشتق بگیریم، اولا که دامنش کل اعداد حقیقی هست، ازش مشتق بگیریم، مشتقش پس از ساده شدن، روش مشتقش رو که چه جوری گرفته شده نمیگم، چون این خودتون باید از بحث‌های قبل بلد باشید، حاصل ضرب مشتق اولی در دومی، بعد دومی در مشتق اولی، در مشتق دومی، اولی در مشتق دومی. حالا بچه ها ما بخوایم یه مخرج یک بدیم به این، مخرج مشترک بگیریم، صورتش باید ضرب در 3 بشه ریشه 3 x2. خب این ضرب در 3 بشه میشه 6 تا x ریشه 3 x در ریشه 3 x2 میشه ریشه 3 x3، یه x آزاد میشه، یه x هم که اینجا هست میشه 6 x2. بعد این ورم که تغییر نمیکنه، پس از ساده شدن با این عبارت به وجود میاد. خب بچه‌ها حالا ما میخوایم دنبال طول نقاط بحرانی باشیم، صورت اگر مساوی 0 قرار بدیم دو تا ریشه به ما میده، یعنی در دو جا ما مشتقمان صفره که چون دامنه تابع آره، بعد هر دوش هم جزء دامنه تابع هست و از طرف این در نقطه x مساوی صفر هم تابع مشتق پذیر ارزم به حضور شما نیست، تعریف نشده است. پس ما میتونیم بگیم که تابمون سه نقطه بحرانی داره، چون x مساوی صفر هم جزء دامنه تابع هست. خب بریم سراغ مفهوم اکسترمم های مطلق که اینو قبلا خدمتتون گفتم. بالاترین نقطه در دامنه تابع میتونه بشه ماکسیموم مطلق در نقطه 3-1 و مقدارش میشه f 3-1، این میشه ماکسیموم مطلق. ممکنه داخل بازه باشه یا ابتدا یا انتهای بازه. الان اینجا ماکسیم مطلقمان در نقطه A میشه F A در ابتدای بازه است. اینجا هم باز میشه در ابتدای بازه. پس بالاترین نقطه در کل نمودار رو میگیم چی؟ ماکسیموم مطلق. پایین ترین نقطه در کل نمودار
ممکنه ابتدا و انتهای بازه باشه، به اینا میگیم مینیموم مطلق. و این نقطه هم که عرضم به حضور شما دیگه نمیتونه ماکسیموم مینیموم مطلق باشه، چون ماکسیموم مطلق فقط در یک نقطه میشه و مینیموم مطلق هم فقط در یک نقطه. ممکنه یه موقع یه تابعی ما ماکسیموم و مینیموم مطلق هم نداشته باشه. اینم از این بحث. حالا گفته به نمودار نگاه کنید بگید که تابمون ماکسیموم مطلق مینیموم مطلق داره یا نه. بچه خوب نگاه کنید، بالاترین نقطه در این نمودار ما نمیتونیم عددی مشخص کنیم، چون این تو خالیه و در اطراف این از این ور تا این ور هزاران عدد میشه نام برد. پس این تابمون ماکسیموم مطلق ندارد و مینیموم مطلقش هم ببینید در نزدیکی این نقطه است که ما چون خود بی جزش نیست، پس میتونیم بگیم مینیموم مطلق هم وجود نداره. حالا تو این قسمت هم نگاه کنیم بچه ها، این از این ور ادامه داره و از این هم از این قسمت پایین ادامه داره، باز تابم و ماکسیموم مینیموم مطلق نداره. ولی بچه ها اینجا رو خوب نگاه کنید، میتونیم بگیم که تابمون در نقاط بی تا سی دو از اینجا تا اینجا عرضم به حضور شما میتونیم بگیم که ماکسیم مطلقش میشود اف بی، ماکسیم مطلقش میشه اف بی و طول نقطه ماکسیموم مطلق میشه همه اعداد بین بی دو تا سی دو تا بی. پس مقدار ماکسیم مطلق میشه اف بی، ولی نقاطی که ماکسیموم مطلق تولید میکنن میتونن تمام نقاط این بازه باشه. به همین ترتیب مینیموم مطلق من هست ام کوچک، بعد یعنی همون اف ای اینجا، و همه نقاطی که تو این فاصله قرار دارن میتونن طول نقطه مینیموم مطلق باشن. پس این تابع بیشمار نقطه مینیموم مطلق دارد، یعنی طول نقطه مینیمومش بین شمار هست و خود مینیموم مطلقش هم که مقدار مینیموم مطلقش هم یک عدد واحده و ماکسیموم مطلقش هم یک عدد واحد. خب بچه ها باز تست داده از ما خواسته ماکسیموم و مینیموم مطلق رو مشخص بکنیم. خب بچه ها من یکی از این تست ها رو براتون انجام میدم، ما بقیه هم به عهده یکی دیگر رو به عهده خودتان میذارم. بچه ها گفته این تابع مینیموم مطلق دارد، این نقطه در کدام ناحیه قرار داره؟ بچه ها اگر قرار باشه این تابمون مینیموم مطلق باشه، داشته باشه تابع درجه دو، تابع درجه دو وقتی که به این شکل مینیموم مطلق داره. خب وقتی به این شکل یعنی آ مثبته. پس وقتی میگه مینیموم مطلق دارد، مطمئنیم که باید آش چی باشه؟ مثبت باشه. آش مثبت باشه این معنیش اینه، یعنی عددی که پشت x2 باید بزرگتر از 0 باشه. پس این میشه شرط اول ما. خب پس این میشه شرط اوله. خب حالا از طرف دیگه میخواییم ببینیم این نقطه در کدام ناحیه است. خب برای اینکه بدانیم این نقطه در کدام ناحیه است، ما باید خود این نقطه رو مشخص کنیم، جای این نقطه رو مشخص کنیم، ببینیم عددش چیه. بچه طول این نقطه عددش منهایی ببر روی دو آ هست، قبلا گفتیم. عرضش هم که قبلا گفتیم منهای دلتا بر روی چهار آ هست. بچه منهایی ببر روی دو آ را حساب کنم، میشه قرینه چهار بر روی دو برابر ام منهای یک، که این دوتا رو با هم ساده کنیم میشه دو بر روی ام منهای یک. خب بچه با توجه به این که ام منهای یک مثبته، صورتش هم مثبته، پس میتونیم بگیم که این طول عدد مثبته. پس نتیجه گرفتیم تا اینجا که نقطمون یا در ناحیه، ببینید بچه ها، طولش مثبت باشه نقطمون یا تو این ناحیه است یا این تو این ناحیه. حالا ایگرگش هم حساب میکنیم، ایگرگش میشه منهای دلتا بر روی چهار. خب بچه ها منهای دلتا یعنی منهای پرانتز باز
4 4 تا 16 تا، بعد منهای 4 برابر منهای 1 میشه 4 مثبت در ام منهای 1 بر روی 4 آ، 4 برابر ام منهای 1. خب بچه خوب نگاه کنید، چون ام منهای 1 مثبته، 4 برابرش هم مثبته، با عدد مثبت هم جمع بشه مثبته، مخرج هم مثبته، بعد قرینه، حالا مثبت در مثبت هم مثبته، قرینه یک عدد مثبت میشه منفی. پس این نشان میده که این نقطه ای که ما داشتیم طولش مثبت بود، عرضش منفی. پس کجا قرار میگیره؟ اینجا. پس به راحتی میتونیم بگیم این نقطه در کدام ناحیه قرار داره؟ ناحیه چهارم. پس به همین سادگی میتونیم بگیم این نقطه در ناحیه چهارم قرار میگیره. این برای کسانی که سوالای تستی کنکوری میخوان حل کنن خیلی جالب و جذاب خواهد بود. خب در مثال بعدی هم fx داده، گفته که نقطه مینیمومش روی این خطه. خب بچه ها ما مینیموم اینو بخوایم مشخص کنیم، باز میاییم نمودار رو رسم کنیم. بچه x دومن های 4 یعنی y مساوی x دومان 4 واحد میاد پایین تر، y مساوی x دومان. خب بچه y مساوی x دومان اگر 4 واحد بیاد پایین تر، یعنی در این شاخه دیگه x کوچکتر مساوی منهای، این در اصل نمودارمان به این شکل بوده، 4 واحد اومده پایین. حالا ما میگیم x کوچکتر مساوی منهای 1 قابل قبوله، پس این قسمت نمودار میذاریم کنار، فقط این قسمت نمودار برامون مهمه. به همین ترتیب برای x های بزرگتر از منهای 1 میشه x منهای 2. x منهای 2 یعنی عرض از مبدا منهای 2 هست، شیب خطم 1. خب شیب خط 1 باشه، به ازای هر یک واحدی که میایم جلو یه واحد هم میریم بالاتر. خب بچه ها اینم بخوایم رسم کنیم، خط ما میشه به این شکل. خب بچه از روی نمودار دقیقا مشخصه که نقطه منهای 1 و منهای 3 میشه مینیموم مطلق. حالا گفته مینیموم مطلق روی این خطه. خب منهای 1 منهای 3 باید در این معادله صدق کنه، به جای x منهای 1 میذارم، به جای y هم منهای 3، 2 3 تا منهای 6 به اضافه k مساوی 3. خب بچه از حل این معادله به کام مساوی 7 میرسم، یعنی نقطه مینیموم که مشخص بشه باید در این معادله صدق بکنه، پس کاشو چی؟ 7. خب بریم سراغ یک مفهومی، یک آزمونی تحت عنوان آزمون مشتق اول که به ما کمک میکنه ما بتونیم نقاط بحرانی تابع رو مشخص بکنیم و به کمک اونها ماکسیمم مطلق، مینیمم مطلق، اکسترمم ها رو پیدا بکنیم. پس این آزمون به ما کمک میکنه که نقاط بحرانی که داخل در دامنه تابع وجود داره برامون زود مشخص بشه. آزمون مشتق تابع میگه اگر تابع F روی بازه پیوسته بود و سی نقطه بحرانیش باشه و تابمون عرضم به حضور شما در نقاط دیگر مشتق پذیر باشه، حالا ممکنه در سی هم مشتق پذیر باشه، ممکنه در سی مشتق پذیر نباشه، چون نقطه بحرانی قراره یا مشتق پذیر میشه یا نمیشه، ولی در سایر نقاط اگر تابمون مشتق پذیر بود ما میتونیم مشتق تابمون رو مشخص بکنیم و اگر نقطه بحرانی ما یکی بود با تعیین علامت مشتق سمت چپ مثبت سمت راست منفی، اون موقع میتونیم بگیم که نمودار تابمون به این شکل قرار میگیره و این نقطه هست نقطه ماکسیموم و مقدارش هم میشود اف سی. و اگر برعکس اتفاق افتاد، این ور تنزل داشت این ور افزایش، یعنی این ور مثبت این ور منفی، این نقطه هست مینیموم تابع ما، بعد FC مقدار مینیموم نسبی هست. چرا حالا مینیموم ماکسیموم نسبی میگیم؟ چون C داخل بازه هست، چون C داخل بازه هست. پس ما به کمک آزمون و مشتق اول میتونیم
نقاط بحرانی رو مشخص بکنیم و ماکسیموم و مینیموم بودن به کمک تعیین علامت مشتق مشخص میشه که اون سی نقطه ماکسیموم ما میشه یا سی نقطه مینیموم ما میتونه باشه. حالا یه مسئله داده به کمک نمودار، گفته به این نمودار نگاه کنید، تعیین علامت تابر انجام. خب بچه اگر من به این نمودار نگاه کنم، اینجا یه بار صفر شده، بعد یعنی مشتق ما اینجا یه بار صفر شده، یه بار اینجا مشتق صفر شده، یه بارم اینجا مشتق صفر شده، یه بارم اینجا صفر شده. و اینجا رو خوب نگاه کنید، ما میتونیم بگیم که در نقطه صفرم اگر خوب دقت کنید، عرضم به حضورتان که به ترتیب من این نقاط رو بچینم. خب یه لحظه، اکسترم های نسبی تابه رو خواسته، اینجا تابمون مماس پذیره، اینجا مماس پذیره، اینجا هم مماس پذیره و در دو هم مماس پذیر هست. خب البته یه نکته ای که خدمتتون باید بگم، من اینجا یه اشتباه کوچیکی اتفاق افتاد، من به صورت سوال دقت نکردم. ببینید بچه ها، صورت سوالو خیلی خوب باید دقت کرد. گفت نمودار تابع مشتق تابع F، یعنی این خودش نمودار تابع F نیست. پس اون جاهایی که مشتق صفره، چون این نمودار تابع مشتقه، جاهایی که مشتق صفره یعنی مقدار مشتق در نقطه دو صفر هست و در نقطه منهای دو صفر، در نقطه دو هم صفر، در این نقطه هم صفر. پس به این دلیل من این سه تا نقطه رو نقطه کلیدی گرفتم که مشتق در اونا صفره. چرا؟ چون افریما در این نقاط رو محور ایکساس ارتفاع نگرفته. پس به این خوب دقت بکنید. حالا بخوام تعیین علامت کنم، کوچکتر از منهای دو چون زیر محور x ها هست منفیه، باز با بین منهای دو تا صفر هم چون پایین منفیه، بین صفر تا دو بالاست مثبته، از دو به بالا هم مثبته. پس با این توصیف میتونیم بگیم که تابمون اینجا منفیه، اینجا منفیه، اینجا مثبته، اینجا هم مثبت. پس از روی اینها چون سمت چپ منفی، سمت راست مثبت، پس اینجا یه مینیموم نسبی ما داریم. پس همه نقاطی که اونجا مشتق صفر میشه ممکنه مینیموم نباشه، ممکنه مینیموم نباشه. درست مشتق در اون نقاط صفره، ولی وقتی مینیموم نسبیه که مشتق در اطراف اون نقطه تغییر علامت هم بده. پس تابع F همه جا مشتق پذیره و چون در اطراف X مساوی صفر تغییر علامت میده، بنا به آزمون مشتق اول ما میتونیم بگیم اون نقطه‌ای که اطرافش تغییر علامت میده میتونه طول نقطه مینیموم نسبی یا ماکسیموم نسبی باشه، که اینجا فقط ما یک مینیموم نسبی داریم. خب این سری تابع مشتق رو به این شکل داده، گفته چند نقطه ماکسیموم نسبی و چند نقطه مینیموم نسبی داره. اونجا نمودار تابع مشتق داده بود، اینجا خود تابع مشتق تابع را داده. مشتق تابع را داده، باز ما اینو مساوی صفر قرار بدیم، از یه ایکسی فاکتور بگیرم، این تابع درجه دو هم تجزیه میشه به این شکل و نقاط صفر کننده صفر و یک و سه. پس سه تا نقطه صفر کننده مشتق داریم. باید ببینیم در اطراف کدامشون تغییر علامت میده تا بدانیم که نقطه ماکسیموم یا مینیموم نسبی هست. خب بچه ها، ما اگر اینا رو بچینیم به ترتیب 0 1 3، خب بچه ها اگر ما یه موقع عدد کوچکتر از 0 وارد کنیم در این تابمون، مثلا منهای 1 ضرب در، منهای 1 منهای 1 ضرب در، منهای 1 منهای 3، عدد کوچکتر از 0 وارد کردم، میشه منهای 2، منهای 4، میشه 8 مثبت در منهای 1، میشه یه عدد منفی. پس اینجا شد منفی. تغییر تعیین علامت یک عبارت درجه 3 را میگم که اساس ضرب چند عبارت درست شده.
اینجا منفی. پس اینجای که یه بار صفر میشه منفی، مثبت. باز که صفر شد مجدد میشه منفی، باز صفر شد مجدد میشه مثبت. میتونید عددم بدید یا اینکه همون تعیین علامتی که تو ریاضی یک داشتید از اونم استفاده بکنید. پس کاهش، افزایش، کاهش، افزایش. پس در اطراف صفر تغییر علامت داشتیم، کاهش، افزایش، مینیموم نسبی، افزایش، کاهش، ماکسیموم نسبی، کاهش، افزایش، مینیموم نسبی. پس این تابمان در دو نقطه مینیموم نسبی داره و در یه نقطه هم ماکسیموم نسبی، و این نقاط جزء دامنه تابع هست. خب اینجا خود تابع را داده، طول نقطه مینیموم نسبی از ما میخواد، طولشو مشتقشو به دست میاریم، تابع چند جمله ای، همه جا مشتق پذیره، و طول نقطه اکسترموم با قرار دادن مشتق مساوی صفر به دست میاد. خب صفر کننده اولی و دومی مشخصه، بین دو ریشه مخالف علامت این منفی، خارج دو ریشه هم مثبت. خب افزایش، کاهش، افزایش. پس میگیم اینجا تغییر علامت، اینجا هم یه تغییر علامت. پس اینجا ماکسیموم نسبیه و اینجا هم مینیموم نسبی. بعد از ما طول نقطه مینیموم نسبی خواسته، پس طول نقطه مینیموم نسبی می شود عدد 1. خب عدد 1. پس بچه ها به این صورت من دو تا مثال بعدی هم حل نمی کنم، چون شبیه مثال های قبل. اینم باز به همین شکل به کمک آزمون مشتق اول هست. خب شماره 15 هم باز به همین شکل، فقط فرقی که داره شما باید کار مشتقگیریشو درست انجام بدید. خب یه مثالم انجام بدیم که توابع مثلثاتی درش نقش داره. بچه ما میدونیم در فاصله بین منهای پی و پی بخوایم مینیموم نسبی را به دست بیاریم، خب اول باید مشتق این تابع رو حساب کنیم. مشتق این تابع رو حساب کرده، جزئیاتش نمیگم، تبدیل شده به این. خب بچه این هیچ موقع صفر نمیشه، فقط این صفر میشه. خب تانژانت ایکس اگر یک باشد، خب ما میدونیم کجا تانژانت یکه، در 45 درجه. و عرضم به حضور شما که 135 درجه. میگه اینجوری میتونیم بگیم اگر ایکس مساوی یک باشد، ایکس مساوی میشه با کاپی به علاوه پی چهار روم. حالا اگر ما کارا صفر بدیم میشه پی چهار روم، بعد کارا دو نمیتونیم بدیم چون از این محدود خارج میشه، منهای یک بدیم میشه منهای چهار پی چهار روم، میشه منهای چهار پی به اضافه پی منهای سه پی چهار روم. پس این دوتا نقطه میشه نقاطی که مشتق را صفر میکنه، نقاطی که مشتق در اونا صفر میشه. حالا میاییم عرضم به حضور شما که اینو تعیین علامت میکنیم در اطراف این دوتا نقطه، یه بار در اطراف نقطه پی چهار روم. خب بچه اگر من یک زاویه کمتر از پی چهار روم بدم، این دایره مثلثاتی ما اینجا پی چهار روم، کمتر از پی چهار روم بدم تانژانتش کمتر از یک میشه، کمتر از یک بشه تانژانت یه عدد کمتر از تانژانت ایکس کمتر از یک بشه، اینجا یه عدد کمتر از یک منهای یک میشود منفی. و اگر عدد بیشتر از عرضم به حضور شما پی چهار روم مثلا اینجا بدم، یه عددی به دست میاد که به منهای یک میشه عدد مثبت، پس این ورش میشه مثبت. پس میگیم در اطراف پی چهار روم کاهش، افزایش. و چون پی چهار روم جزء دامنه تابع هست، در تابع در پی چهار روم تعریف شده و داخل این بازه هست، میتونیم بگیم پی چهار روم مینیموم نسبیه. به همین ترتیب در اطراف منهای سه پی چهار روم هم اینجا رو در نظر بگیرم، یه زاویه این ور میدیم کوچکتر از منهای سه پی چهار روم، کوچکتر از منهای سه پی چهار روم بدیم اینجا منفی میاد، بزرگتر از منهای 3 پی 4 روم بدیم اینجا مثبت میاد. و کاهش و افزایش به ما میگه که منهای 3 پی 4 روم هم مینیموم نسبی. گفته چند نقطه مینیموم نسبی داره؟
دوتا به این شکل. اما مثال بعدی ما گفته نمودار این تابع در اطراف نقطه x مساوی 1 چگونه است؟ خب بچه ها خوب دقت بکنید، در اطراف نقطه x مساوی 1، x مساوی 1 جزء دامنه تابع هست. خب ما میخواییم ببینیم در اطراف x مساوی 1، عرضم به حضور شما، ماکسیموم این تابع هست، مینیموم این تابع هست، اصلا ارزم بوتا نقطه بحرانی این تابه هست یا نه. خب بچه ما میاییم اول میگیم f پریم x رو مشخص میکنیم، f پریم x رو مشخص کنیم، پس از ساده شدن به این عبارت میرسیم. خب وقتی به این عبارت رسیدیم، این عبارت مساوی صفر قرار بدیم، مخرجش همیشه مخالف صفره، صورتش مساوی صفر بشه در منهای یک و یک مثبت صفر میشه، مخرجش در تعیین علامت شرکت نمیکنه، فقط صورتش شرکت بین دوریش منفی خارج دوریش مثبت، پس افزایش کاهش افزایش، پس منهای یک میشه ماکسیموم نسبی و یکم میشه مینیموم نسبی. خب پس ما با توجه به این جدول ما قسمتی از نمودار تابع ما باید بگیم که عرضم به حضور شما در x مساوی 1 مینیموم نسبیه. خب مینیموم نسبی باشد در اطرافش تغییر علامت بده. خب این همواره در اطرافش خوب نگاه کنید، شیب اینجا شیب خط ماسمان منفی رفته رفته افزایش پیدا میکنه و اینجا شیب خطمان مثبت در اطراف یک، پس ما میتونیم گزینه مربوطه بگیم این هست. چرا؟ چون ببینید شیب خط مماس ما بخوایم اینجا در نظر بگیریم، وقتی میایم به این نقطه میرسیم، خط ماسمان به این شکل بشه، اینجا شیبمان افزایش پیدا میکنه و وقتی از این ور میایم به این جا میرسیم، اینجا شیبمان چیه؟ مثلا خطمان به این شکل بوده، رفته رفته که به این نزدیک میشه شیبمان کاهش پیدا میکنه. پس تنها نقطه ای که میتونه بیانگر این باشه این هست در نقطه یک، ولی حالا این نقطه رو در نظر بگیریم، اول مثبت دوم منفی، شیب اینجا مثبته، بعد میشه صفر، بعد میشه منفی. خب این منفی این مثبت. حالا از طرفی هم اینم بگم خدمتتون، چون گفته در اطراف x مساوی 1، به این دلیل ما رفتیم سراغ اون، ولی اینم میتونست جواب مسئلهمون باشه در این قسمت، چون خودش گفته در اطراف x مساوی 1، ما فقط اینو در نظر گرفتیم و به این شکل نشان دادیم و نشان دادیم مشتق در اطراف این تغییر علامت میده، اول منفی بعد مثبت، ولی اگر اینو میگرفتیم اینجا منفی بود، بازم از اینجا که میگذشت منفی بود، بعد اینجا شیب ما مثبت بود، بعد باز مثبت ادامه پیدا میکرد، یعنی اینجا و اینجا یه علامت بود مشتق، تغییر علامت نمیداد، ولی اینجا مشتق تغییر علامت میده. خب در پایان این بخش که عرضم به حضور شما چند تا نکته در مورد اکسترموم ها گفته که اینا قابل تأمل هست، باز بهش اشاره میکنیم. گفته اگر x مساوی a طول نقطه اکسترموم باشد، f میتونه در این نقطه مشتق پذیر نباشه یا ممکنه مشتق پذیر باشه. بعد حالا مشتق پذیر میتونه باشه، مشتق پذیر میتونه نباشه. بعد از طرفی a f a باید روی نمودار تابمون باشه، حتما این نقطه قرار باشه اکسترموم نسبی تابه باشه، یعنی باید جزء دامنه تابه باشه. حالا جایی که f پریم a مساوی صفره ولی تابمون در نقطه x مساوی اکسترمم نداره، تغییر علامت f پریم x گفته در این نقاط
مهمه. خب بچه ها ببینید اف پریم آ اگر صفر شد ممکنه تابمون در ایکس مساوی آ ایکس سوم نسبی هم نداشته باشه. تغییر علامت به ما میگه که این نقطه اکسترموم هست یا نیست. خب بعدی گفته مجموعه طول نقاط اکسترموم نسبی که ما از این مثال ها شبیه اینا چون زیاد حل کردیم از این هم گذر میکنیم. اینا دانش آموزانی که خوب فعالن اینا رو خودشون مجدد بررسی میکنن. خب تست شماره 18 و 19 هم باز به عهده خودتان میگذاریم بر اساس مباحثی که تا اینجا خدمتون گفتیم. اینا فقط برای اینکه مباحث بیشتر جا بیفته این تستا رو من داخل این مطالب آوردم، ضرورتی نداره که همه رو بخوایم بررسی بکنیم. خب حالا در ادامه بحث باز گفته روش پیدا کردن اکسترموهای مطلق در تابع پیوسته. بچه ها میگه اگر یه تابع پیوسته ای داشتیم در یه بازه ای، برای اینکه اکسترموم های مطلق تابع را پیدا بکنیم نقاط بحرانی اول پیدا کنید، بعد مقدار تابع در نقاط بحرانی را باز مشخص بکنید. نقاط بحرانی حساب کردی، مقدار تابع در نقاط بحرانی مشخص میکنی، بعد در گام بعد اف آ و اف ب را مشخص میکنی و این نقاط را با هم مقایسه میکنی. مقدار تابع در نقطه بحرانی و در ابتدا و انتهای بازه، اونی که بیشترینه میشه ماکسیموم مطلق و اونی که کمترینه میشه مینیموم مطلق. پس بیشترین شد ماکسیموم مطلق و کمترین شد مینیموم مطلق. پس در کل دامنه تابع خواستی ماکسیموم و مینیموم مطلق مشخص کنی، حتما نقاط بحرانی به دست میاری در توابع پیوسته، اف آ ابتدای بازه و انتهای بازه هم مقدارش رو مشخص میکنی، این مقادیر را همه را با هم مقایسه کنی، اونی که بیشترین مقدار داره میشه ماکسیموم مطلق و اونی که کمترین مقدار داره میشه مینیموم مطلق. خب بعضی موقع هست به شما میگن اکسترموم مطلق را در بازه باز حساب کنید. در بازه باز حساب خاصی بکنی، خب به جای اف آ از این استفاده میکنی، به جای اف برم از این استفاده میکنی. اگر هر کدام از اینها، هر کدام از این مقادیر حد بیشتری داشتند، میتونیم بگیم که از نقاط بحرانی یعنی از سایر نقاط حد بیشتری داشتن، بگیم ماکسیموم مطلق وجود نداره. یا اگر کمترین مقدار رو داشتن میگیم مینیموم مطلق وجود نداره. پس اینا یادمون باشه، اگر شما ابتدا و انتهای بازه های باز حد رو حساب کردی بیشترین شدن یا کمترین شدن، میگیم ماکسیموم مطلق وجود نداره، مینیموم مطلق وجود نداره. ولی اگر سایر نقاط مقادیرشان یعنی نقاط بحرانی مقادیرشان از این نقاط حدی بیشتر شد، ماکسیموم و مینیموم مطلق وجود خواهد داشت. برای همین بازهای نیمه باز هم همین کار شما انجام میدید و این بررسی ها رو به این صورت کامل میکنید. خب یک مثالم باز از این قسمت براتون انجام میدم با توجه به این نکته‌ای که خدمتتون گفتم. مثلا به ما میگه که مجموع مقادیر اکسترموم این تابع رو در این بازه حساب کنید. خب بچه‌ها گفتم مشتق اینو حساب کنید، مساوی صفر قرار بدید تا نقاط بحرانی مشخص بشه. چون تابع چند جمله‌ایه مشتق وجود داره، جاهایی که مشتق صفر رو مشخص می‌کنه. پس نقاط بحرانی ما شد 1 و 1 صفر. اف یک حساب کردم، اف یک سوم هم حساب کردم، بعد اف منهای یک هم شروع بازه هست، اف دو هم شروع بازه هست. حالا میام مقایسه میکنم از بین اینها کدامش از همه بیشترینه. این از همه بیشترینه، پس میشه ماکسیموم مطلق ما برابر با دو. کدام یک از همه کمتره؟ منهای چهار. پس
پس مینیموم مطلق ما هم میشه منهای 4. در نتیجه از ما چی خواسته بود؟ مجموع مقادیر اکسترموم مطلق. خب اکسترموم مطلق مجموع مقادیرش میشه منهای 4 به علاوه 2 مساوی منهای 2. به این صورت گزینه‌مون مشخص خواهد شد. خب تست شماره بعدی 26 رو دیگه نیازی نیست من حل کنم، خودتان بررسی میکنید. بعد عرضم به حضور شما که تست 27 هم به همین صورت میریم سراغ تست شماره 28. کمترین مقدار تابع رو خواست. خب تابع چون چند جمله ایه مشتقش رو حساب میکنیم. بعد از 4 فاکتور گرفتم، باز اینجا بچه ها از x2 فاکتور گرفتم به این شکل در اومد، اینورم از منفی فاکتور گرفتم به این شکل در اومد. باز از x منهای 1 فاکتور بگیرم، 4 در x منهای 1 میشه x2 منهای 1. خب نقاط صفر کننده این، خوب دقت کنید، x مساوی 1 و x به اضافه x مساوی 1 و x منهای 1. پس مشتق تابع چند جمله ایمان در نقطه منهای 1 و 1 صفره. پس اینا نقاط بحرانی. پس ما میایم برای اینکه اونجایی هایی که مشتق صفره ببینیم ماکسیموم و مینیموم نسبی هست یا نه، ماکسیموم و مینیموم نسبی هست یا نه. خب اگر ما در این نقاط تابع مشتق و تعیین علامت بکنیم، فقط این در تعیین علامت شرکت میکنه، اگه خوب دقت کنید. خب پس میگیم فقط این نقطه برامون مهمه. البته خب بچه x مساوی منهای اینا که در تعیین علامت فرقی ندارن، این در تعیین علامت شرکت میکنه، منهای 1. خب بچه اگر مقادیر کمتر از منهای 1 بدم، این همیشه مخالفه این علامت میشه، منفی بیشتر بدم میشه مثبت. پس این نقطه کاهش افزایش میشه مینیمم نسبی. پس f منهای 1 من باید حساب کنم، f منهای 1 بخوام حساب کنم میشه منهای 14 سوم، که اینجا پایین حساب کرده. خب از طرفی عرضم به حضور شما که این نقطه میشه نقطه مینیموم مطلق. بعد چون دامنش آره، وقتی x به سمت مثبت بی نهایت میل میکنه میشه مثبت بی نهایت، منهای بی نهایت که میل کنه بازم میشه مثبت بی نهایت، چون همیشه وقتی چند جمله ها رو به سمت مثبت منفی بی نهایت میل میدیم، فقط اون بزرگترین درجه تعیین کننده جواب نهایی ما هست. پس میگیم ماکسیموم مطلق ندارد، همین مینیموم نسبی این تابع میتونه بشه مینیموم مطلق تابع F، که همون مقدارش هم منهای 14/13 هست که بین این گزینه ها میشود این. بریم سراغ ادامه بحث. خب ببینید بچه ها در ادامه بحثمان که قسمت پایانی این مبحث هست، کاربرد این نقاط اکسترموم و اکسترموم های نسبی و مطلق هست، مسائلی هست نظیر مسائل بهینه سازی، یعنی مسائلی که ما تو اونها میخوایم مقدار تابمون انتظارمون اینه که به بعضی جاها بیشترین بشه و بعضی جاها بر اساس منافعمون میخوایم مقدار تابمون کمترین بشه. اون نقاط برای ما مهمه، کمک میکنه به برنامه ریزی هامون تا در مسائل اقتصادی و یه سری مسائلمون با کمینه و بیشینه کردن یک تابه بفهمیم که با چه مقادیر این اتفاق میفته و این کار رو انجام میدیم و قسمت کاربردی این مبحث برامون نمایان خواهد شد. خب برای این که این مبحث رو من خدمتتون با یک مثال ساده بگم، میام این کار رو میکنم. ببینید بچه ها، ما میخواییم دور تا دور زمینی به شکل مستطیلی مساحتش داده 24، یعنی مساحت زمین اگر من طولش بگیرم x، ارزش بگیرم y، مساحتش داده 24.
بعد میگه ما میخواییم که دور این زمین رو نرده بکشیم، میخواییم ببینیم کمترین مقدار نرده ای که میتونیم به کار ببریم چقدره. خب بچه ها اگه ما دور اینو بخوایم نرده بکشیم، مقدار نرده لازم میشه 2x به علاوه 2 تا y. بعد حالا عرضم به حضور شما که میخوایم این عبارت مقدار نرده ای که به کار میبریم میشه محیط این بر اساس x و y. ما میخوایم در اصل محیط را چیکار کنیم؟ محیط را عرضم به حضور شما کمینه کنیم، یعنی میخوایم پی رو کمینه کنیم. خب بچه ها برای اینکه پی رو کمینه کنیم به کمک رابطه 1 و 2، خب بچه ها ما میاییم میگیم به کمک رابطه 1 من میتونم، ببینید رابطه 1 رو به این شکل بنویسم، از اونجا x y وقتی 24 باشه y رو بنویسم 24x. خب بچه ها هدف ما اینه که پی کمینه کنیم، پس میگم پی ما که بر اساس x y، من میخوام اینو بر اساس یه متغیر پی x بنویسم. اگه اینو تبدیل کنم به پی x، این برم نباید از y خبری باشه، پس میشه 2 برابر x به علاوه، یعنی از 2 فاکتور گرفتم 2 برابر x به علاوه y. y ما هم که از این رابطه شده 24x، پس پی 1 تابع شد بر اساس فقط x. خب بچه ها وقتی ما بخوایم، و از طرفی هم میدونیم که دامنه این تابمون که طول مستطیله حداقل صفر، حداکثر مثبت بی‌نهایت، پس دامنمون هم میشه این. حالا ما برای اینکه مینیمم مطلق این تابه را پیدا بکنیم، کمترین مقدار این تابه رو، کافی از این تابه مشتق بگیریم. بچه آمدیم اینجا مشتق گرفتیم، نگاه کنید پپریم x میشه 2 برابر، خب مشتق 2x میشه 2، مشتق 24x هم میشه 24 ضرب در منهای 1 بر روی x2. خب بچه اگر این محیط رو من مساوی 0 قرار بدم، خب خوب دقت کنید اینو مساوی 0 قرار بدم، میشه 2x2 منهای 48 بر روی x2 مساوی 0. وقتی این قرار باشه 0 بشه، یعنی صورتش 0ه، صورت 0 بشه 2x2 منهای 48 0 بشه، 2x2 مساوی 48 میشه، یعنی x2 مساوی 24 میشه. و از اونجا x ما میاد مثبت منفی رادیکال 24. حالا چرا مثبت رو نوشته؟ چون دامنه تابه رو گفتیم مثبته، پس به این دلیل فقط نوشته x مساوی با رادیکال 24. پس x مساوی رادیکال 24 میشه مقداری که این عبارت ما رو، این مشتق ما رو صفر میکنه، یعنی نقطه بحرانیه. ما محیط را در این نقطه بخوایم حساب کنیم، میبینیم عدد اومد 8 رادیکال 6، 8 رادیکال 6. و از طرفی چون بازمون بازه، یه بار حد px را وقتی x به سمت صفر میل کنه با مقادیر بیشتر حساب کنم، میشه عرضم به حضور شما حد px را بخوام حساب کنم وقتی x با مقادیر بیشتر به صفر میل میکنه، خب این که میشه 0، اینم که میشه 24 بر روی 0 با مقادیر بیشتر مثبت بی نهایت. یه بارم اگر x به سمت مثبت بی نهایت میل بدم، بزرگترین درجهمون اینه، میشه مثبت بی نهایت. پس بچه ها مالای ما مشخصه که این تابه ما ماکسیم مطلق ندارد و این عدد همون مینیموم مطلق تابع f ما هست. پس اگر ما x را رادیکال 24 بگیریم، محیطمان میاد 8 رادیکال 6 و کمترین مقدار برای محیط خواهد بود که از روی همین رابطه ای که اینجا نوشتم را x بشه رادیکال 24، y هم باید رادیکال 24 بشه که ضربش هم بشه 24، پس y هم میشه رادیکال 24. پس ما اگر زمین را به شکل مربعی بگیریم، طول عرضش رادیکال 24 بگیریم،
طول عرضش رو رادیکال 24 بگیریم، در این صورت کمترین محیط رو خواهیم داشت و کمترین نرده استفاده خواهد شد. پس به طور خلاصه ما میگیم ما یه سری مسائل داریم که مثلا مستطیل هایی با محیط ثابت بیشترین مساحت رو چی دارن، یا کمترین فاصله یک نقطه از یک نمودار، یا بزرگترین استوانه‌ای که در داخل یک کره محاطه. اینجور مسائل کلن با مسائل بهینه‌سازیه، با چه تعداد تولید محصول کمترین هزینه یا بیشترین سود عاید ما میشه. این گونه مسائل رو میگیم مسائل بهینه‌سازی. مراحلی که باید برای بهینه‌سازی انجام بدیم، اول ما باید بگیم که متغیرهامون معلوم و مجهولها چی هست، آیا نیاز به شکل هست یا نه. ببینید معلوم مجهولات طول و عرض، نیاز به شکل داشت، کشیدیم. تابعی که می‌خوایم ماکسیمم یا مینیمم شود بر حسب متغیرهای مسئله می‌نویسیم. خب بچه ها، تابعی که می‌خواستیم ماکسیمم مینیمم بشه اینه. از روی اینکه می‌دانستیم مساحت 24 آمدیم اینو بر اساس فقط x نوشتیم، پرا بر اساس x نوشتیم. پس تابعی که میخواییم ماکسیموم می نوشه بر اساس یک متغیر می نویسیم. حالا میایم چیکار میکنیم؟ یک متغیرش میکنیم، بعد میگیم که محدوده ایکس هامون چیه. ببین محدوده ایکس ها رو اینجا ما مشخص کردیم، بعد از مشتق کمک گرفتیم ایکس رو مطلق تابع را روی حدود به دست آوردیم، مسئلمون رو حل کردیم. خب برای اینکه این بحث رو بهتر متوجه بشید، دو تا این مثال های ساده رو حل نمی کنم، بعد میرم سراغ یک مسئله جدیدتر. مثلا همین مسئله که اینجا گفته شده، گفته مستطیلی در دایره به شعاع دو قرار داره. یه مستطیل در دایره به شعاع دو، اگر دایره شعاعش دو باشه یعنی از اینجا تا اینجا دوه، پس قطر مستطیل ما میشه 4. گفته مساحت مستطیل حداکثر چقدر است، پس اینه خواسته مساحت مستطیل حداکثر چقدر. خب بچه خوب نگاه کنید، من یک دایره میکشم، یه مستطیل میندازم داخل این، در اصل مساحت میشود ببینید x و y، بر حسب x و y میشود x y. ما میخواییم مساحت رو ماکس کنیم. خب بچه ها مساحت بخوایم ماکس کنیم، اول رابطه‌ای که بین x و y وجود داره و این شعاع میتونم بنویسم. بچه ها ما میدونیم که در این مثلث x2 به اضافه y2 مساوی 4 هست. چی 4 به توان 2 هست که اینم میشود 16. خب بچه ها من میام، پس آمدم گفتم که x2 به اضافه y2 مساوی 16. خب بچه ها به اینی که برای اینکه بر اساس یه متغیر بنویسم، مثلا فقط بشه s بر اساس x، میام می‌نویسم x ضرب در، خب به جای y از این رابطه بالا استفاده میکنم. اگر من بخوام از اون رابطه بالا استفاده کنم، x میندازم این بر میشه 16 منهای x2، بعد برای اینکه توان 2 y از بین بره y میشه جذر 16 منهای x2. حالا بچه ها چرا من ایگری مثبت گرفتم؟ چون طول مستطیل هست، پس اینم اینجا می نویسم 16 منهای x2، پس f x ما یا همون s x ما تشکیل شد. از طرفی ما می دونیم که بیشترین مقدار x دیگه حد اکثر 4 و حد اقلش هم 0، محدوده متغیر رو مشخص کردیم. خب بچه ها ما از این مشتق گرفتیم، بعد از ساده شدن شده این مشتق و مساوی صفر قرار بدیم، یعنی صورت باید صفر بشه. خب از اینجا صورت صفر بشه، x2 مساوی 8 میشه، x میاد 2 رادیکال 2. حالا بچه ها مقدار تابعمون در 2 رادیکال 2 حساب کنیم میشود 8. خب بعد مثبت منفی 4 هم چون ابتدا و انتهای بازه هست و خود 4 هم در دامنه تابع نمیتونه باشه، خود 4 هم در دامنه تابع نمیتونه باشه، پس ما فقط نقطه بحرانیمون ریشه صورت میشه. خب حالا اگر
ایکس مان به سمت 4 میل کنه، ایکس مان به سمت 4 میل کنه، اف ایکس مان، اف ایکس مان می شود 0. به سمت 0 هم میل کنه می شود، عرضم به حضور شما، 0. پس ما میتونیم بگیم که بیشترین مقدار تابمون همون عددیه که اینجا به وجود اومده، عدد 8 هست به این شکل. خب اینم از این مسئله. پس ما حتما باید دو تا رابطه بنویسیم، از روی یکی از معادلاتی که میخوایم بیشینه و کمینه بشه تک متغیرش کنیم، مشتقش رو بگیریم، جایی که مشتق صفر میشه با ابتدا و انتهای بازه اونا رو با توجه بازهی که تعریف میکنیم مشخص بکنیم و اون عددی که از اونجا به دست میاد بیشینه یا کمینه ماست، ماکسیموم یا مینیموم ما خواهد بود. مسئله بعدی هم دقیقا شبیه همین مسئله است. برای اینکه دیگر زیاد خسته کننده باشه و بحث ما طولانی نباشه، به همین ها اکتفا میکنیم. اون مسائلی که جا موندن شما باز بررسی کنید، هر کدام نتونستید حل بکنید انشاءالله در کلاس اصلیمان حتما اونو بررسی خواهیم کرد. ممنون و سپاسگزار از اینکه پیگیر مباحث درسیتان هستید و به یادگیری مطالب اهمیت دادید و با ما همراهی کردید. خسته نباشید.